درود و سلام به همه بچه‌های گل و دوست داشتنی کانال. حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال دلتون مثل همیشه عالی باشه. من پیمان هستم و اینجا کانال حقایق شگفت‌انگیز. خیلی خیلی خوش اومدید. خب تو ویدیو امروز قراره که در مورد یکی از پر رمز و رازترین بخش‌های کره زمین یعنی اقیانوس‌ها صحبت کنیم. اقیانوس‌هایی که 70% کره زمین رو پوشوندن اما اطلاعات خیلی خیلی کمی در مورد اونا وجود داره. به خاطر همین هم تو ویدیو امروز من یک سری از اطلاعات و حقایق جالب و عجیب در مورد اقیانوس‌ها رو براتون آماده کردم که مطمئنم کلی تعجب میکنید و کلی هم لذت میبرید. پس تا آخرین ویدیو با من باشید. یادتونم نره که ویدیو رو حتما لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و یک کامنت انگلیسی بذارید که ویوها و لایک هاتون نپره. دمتونم خیلی گرمه. بزنید بریم سراغ این ویدیوی جذاب. خیلی‌ها اینجوری فکر میکنن که رنگ آبی اقیانوس‌ها و دریاها به خاطر انعکاس رنگ آبی آسمون توی آبه، اما این یک باور غلط و اشتباهه. علت آبی بودن آب دریاها و اقیانوس‌ها جذب نور خورشید توی آبه. در واقع باید اینجوری بهتون بگم که آب اقیانوس‌ها رنگ‌هایی که طول موج بیشتری دارن مثل رنگ قرمز رو تو همون مراحل اولیه برخورد نور با سطح آب اقیانوس‌ها به شدت جذب می‌کنن و در نتیجه نور آبی که تو آخرین طیف قرار می‌گیره کمتر جذب میشه و ما به خاطر همین موضوع رنگ آب اقیانوس‌ها و دریاها رو به رنگ آبی می‌بینیم. رنگ آب اقیانوس‌ها تا حد خیلی زیادی به عمق آب اقیانوس‌ها بستگی داره، یعنی هر چقدر این عمق بیشتر باشه غلظت رنگ آبی میتونه بیشتر و بیشتر بشه. البته این رو هم اضافه میکنم که آب دریاها و اقیانوس‌ها میتونه بر اساس زمان و مکان و میزان آلودگی و ذرات معلق توی آب به رنگ‌های مختلفی در بیاد، مثل آبی فیروزه‌ای، آبی تیره، سرمه‌ای و یا حتی سبز. جالب اینو بدونید که میزان نفوذ نور تو آب اقیانوس ها تقریبا چیزی حدود 200 متره و از این نقطه به بعد هیچ نوری وجود نداره و تقریبا میشه گفت که تاریکی مطلقه. شاید باورتون نشه اما 99% از حجم داده های اینترنتی کل دنیا از طریق کابل های زیردریایی که توی اقیانوس ها قرار گرفتن منتقل میشن. تعداد این کابل‌های اینترنتی که تو اعماق اقیانوس‌ها وجود دارن خیلی خیلی زیاده و هر نوع آسیب به اونا میتونه اختلالات خیلی بزرگی رو تو سیستم شبکه‌ای کل جهان به وجود بیاره. از اونجایی که در گذشته ابزارهای مختلف ماهیگیری و حتی لنگر کشتی‌ها باعث آسیب‌های جدی به این کابل‌ها شده بود، در حال حاضر این کابل‌ها تو عمیق‌ترین بخش‌های اقیانوس‌ها و دریاها قرار گرفتن. اما جالب اینو بدونید که در حال حاضر یک چیز عجیب و غریب دیگه ای داره این کابل‌های اینترنتی رو به شدت تهدید میکنه و اونم چیزی نیست جز حمله کوسه ها به این کابل‌های زیردریایی. دلیل مشخصی برای این موضوع وجود نداره اما یک سری ها معتقدن که حمله کوسه ها به این کابل‌ها با جریان‌های مغناطیسی که توی این کابل‌ها برقراره بی ارتباط نیست و باعث میشه که کوسه ها به این کابل‌های اینترنتی گاهن حمله بکنن. جالب اینو بدونید که عمق اقیانوس‌ها خیلی خیلی بیشتر از اون چیزیه که حتی فکرش رو میکنید. به نظرتون عمیق‌ترین قسمت اقیانوسی که تا به امروز ثبت شده چند متر بوده؟ 100 متر؟ 200 متر؟ 1000 متر؟ 5000 متر؟ خب بذارید من بهتون بگم. عمیق‌ترین قسمت اقیانوسی جهان مربوط میشه به اقیانوس آرام، درازگودال ماریانا و چلنجر دیپ با عمق 11034 متر که البته چندین متر بین دانشمندا اختلاف نظر وجود داره که اصلا مهم نیست و برای اینکه متوجه بشید که 11000 متر یا 11 کیلومتر چقدر عمق زیادیه بذارید چند تا مقایسه خیلی کوچیک براتون انجام بدم. مثلا حداکثر عمقی که یک غواص تفریحی میتونه شنا کنه 40 متره یا رکورد بیشترین عمق تو ورزش غواصی آزاد نزدیک به 253 متره. شاید براتون جالب باشه که بدونید برج ایفل فقط 301 متر ارتفاع داره و کوه اورست با اون عظمتش 8850 متر ارتفاع داره که همه اینا در برابر عمق 11000 متری چلنجر دیپ هیچی نیستن. اینم اضافه میکنم که میانگین عمق آب اقیانوس ها چیزی بین 3680 تا 3700 متره. البته میانگین دقیقش مشخص نیست اما نزدیک به این عددی هستش که بهتون گفتم. همونجوری که بهتون گفتم عمق درازگودال ماریانا در طول سالها دستخوش یک سری تغییراتی شد تا اینکه عمق 11034 متری برای درازگودال ماریانا به ثبت رسید که البته یک سری از دانشمندان معتقدن که این قسمت از اقیانوس آرام میتونه عمق خیلی خیلی بیشتری داشته باشه ولی از اونجایی که کسی نتونسته این ادعا رو تا به امروز ثابت بکنه پس 11034 متر تبدیل شده به عمیق ترین قسمت اقیانوس های جهان.
شاید اینجوری فکر بکنید که ساکت ترین و بی سر و صدا ترین نقطه کره زمین میشه اعماق اقیانوس ها، اما باید اینو بدونید که طبق تحقیقاتی که تو درازگودال ماریانا یعنی عمیق ترین قسمت کره زمین و اقیانوس ها انجام شده، مشخص شده که صدای نهنگ ها، زمین لرزه، طوفان ها و حتی کشتی هایی که تو فاصله های خیلی دور در حال عبور کردن بودن توسط دستگاه های فرستاده شده به عمق درازگودال ماریانا ضبط و ثبت شده. در واقع دانشمندان با فرستادن میکروفونایی به اعماق اقیانوس‌ها و درازگودال ماریانا متوجه شدن که صداهایی تو این اعماق شنیده میشه که حتی نمیتونید فکرش رو بکنید، و در واقع باید اینجوری بهتون بگم اونقدری هم که تصور میکردید اعماق اقیانوس‌ها جای دنج و بی سر صدایی نیست. آتش فشانان نه تنها روی سطح زمین بلکه تو اعماق اقیانوس‌ها به شکل خیلی گسترده‌تری و چندین برابر سطح زمین وجود دارن. در واقع بیشتر از 1,000,000 آتش فشان که بیشتر اونها هم فعال هستن توی اقیانوس‌ها قرار گرفتن. تعداد خیلی زیادی از جزیره‌هایی که توی اقیانوس‌ها هستن مثلا مثل جزایر هاوایی نتیجه فوران این آتشفشان‌های زیردریایی هستن که به محض خروج مواد مذاب از این آتشفشان‌ها و به خاطر برخورد این مواد مذاب با آب اقیانوس‌ها سرد میشن، به سنگ‌های مثل سنگ بازالت تبدیل میشن و نهایتاً تبدیل میشن به جزیره‌هایی که تو گوشه کنار اقیانوس‌ها میتونه نمونه‌های مختلف اونها رو ببینید. مناطق مرده به مناطقی از اقیانوس‌ها و دریاچه ها گفته میشه که میزان اکسیژن اون خیلی خیلی کمه و یک جورایی امکان حیات توی این مناطق وجود نداره و تقریبا به صفر نزدیک میشه. نکته وحشتناک در مورد مناطق مرده اینه که طبق تحقیقات جدید مشخص شده که تعداد این منطقه های مرده تو کل اقیانوس‌ها و دریاچه های جهان نسبت به گذشته 4 برابر افزایش پیدا کرده. این موضوع ممکنه که به صورت طبیعی هم اتفاق بیفته، اما امروز گسترش و بیشتر شدن منطقه های مرده تو اقیانوس های دنیا به خاطر آلودگی های به وجود اومده توسط بشر و فعالیت های انسانی که نتیجه اونها شده گرمایش بیشتر زمین و افزایش گاز های گلخونه ای که نتیجه همه اینها باعث به خطر افتادن حیات موجودات دریایی و آبزیانی میشه که توی این منطقه دیگه نمیتونن زندگی کنن. اقیانوس ها یک نیروی حیاتی برای کره زمین به حساب میان که 70% از سطح زمین رو تشکیل دادن و برای ما انسان ها از جهات مختلف مثل منابع غذایی، تجارت، حمل و نقل و حتی تولید اکسیژن خیلی خیلی مهم هستن. اما با این وجود ما فقط 5% از کل اقیانوس های جهان رو میشناسیم و 95% از اقیانوس ها برای ما انسان ها ناشناخته هستند. با وجود کشف های خیلی زیادی که از طریق نقشه برداری ها، تحقیقات بیولوژیکی و حتی بررسی اقیانوس ها از جنبه های باستان شناسی که توسط تیم های تحقیقاتی مختلف صورت گرفته، باید بهتون بگم که تعداد خیلی زیادی از این کشف ها به صورت رمز و راز باقی مونده. شاید اینو خیلی شنیده باشید که اطلاعات ما انسان‌ها از کره ماه و سیاره مریخ و بقیه منظومه شمسی خیلی خیلی بیشتر از اطلاعات ما از کف اقیانوس‌های کره زمینه. این اصلا شوخی نیست و واقعا هم همینطوره و به دست آوردن اطلاعات از کف اقیانوس‌ها و اعماق اقیانوس‌ها با این حجم آبی که اونجا وجود داره واقعا کار سختیه و تا به امروز انسان‌ها توی این مورد خیلی خیلی موفق نبودن. خب امیدوارم که از این ویدیو کلی لذت برده باشی، اما یه دقیقه صبر کن چون میخوام یک ویدیوی ویژه بهت معرفی کنم که توی این ویدیو یک تئوری خیلی جالبی رو اومدیم بررسی کردیم و اونم اینه که اگه آب اقیانوس‌های کل دنیا یک دفعه شیرین بشه چه اتفاقی برای دنیا میفته. خب طبیعتاً مشکل آب یعنی کم آبی دنیا برطرف میشه، اما تا آخر این ویدیو رو حتما ببینید تا متوجه بشید که این تئوری میتونه چه باجه و چه بلایی رو سر کل دنیا و حیات بشر بیاره. دمتونم خیلی گرمه، بدونید که خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی مخلصم، خدا نگهدار.